خواهران، برادران، دختران و پسرانم در سراسر سر کشور دلیران کانون های شورشی برپادارندگان انقلاب دموکراتیک ایران نوروز و عید سال نو بر همه شما مبارک در این نوروز ما بخت پیروز مردم ایران را میبینیم با همین قطعیت که بهار طبیعت زمستان را برانداخت نوروز سیاسی و اجتماعی ایران زمستان ولایت فقیه را برمی اندازد. از این مهنت 45 ساله و از این همه خونها که در قیامها و مقاومتتان نصار کرده اید به یمن قدرت بهار آفرینتان بیگمان بهار بزرگ خواهد رسید بیایید بیایید از این عالم تاریک دل افروز تر از صبح جهانی دگر آریم گذرگاه زمان را سرفراز بپوییم شب تار جهان را فروغ از هنر آریم با این عزم و با این امید و نوید آغاز سال 1403 بر خلق قهرمان و مقاومت آزادی ستانش بر مجاهدین در اشرف بر شورای ملی مقاومت های شورشی یاران اشرف نشان و بر مسعود راهبر مقاومت خجسته و فرخنده باد سالی که در سپیده و سحر فرخندهش ایستاده ایم سالی است برآمده از تجدید قوای جنبش اعتراضی در امتداد قیام های سرخ فام 96، 98 و 401 پس بگذارید به نام انقلاب دموکراتیک مردم ایران و برای پیروزی آن سال 1403 رو سال شورش و قیام به نامی سالی که گذشت سال جنگ افروزی رژیم در منطقه و تشدید اعدام و اختناق و دسیس چینی علیه مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود و در سالی که از همین ساعت آغاز می شود هنگام به محاصره درآوردن رژیم آخوندی است هموطنان عزیز خامنه می خواست به پشتوانه جنگ افروزی در منطقه در انتخابات مجلسش رژیم رو از آثار و بنبست ناشی از قیام های 401، 98 و 96 بیرون بکشه. اون بیمه با تمام رژیمش رو برای این هدف بسیج کرد اما آن چه واقع شد بزرگترین تحریم تاریخ نمایش های انتخاباتی رژیم بود خامنه‌ای شکست خورد و به قول مسعود صدای انقلاب مردم را شنید این صدای انقلاب و صدای پای قیام بود پتک انقلاب هم بی تردید فرود خواهد آمد خامنه ای میخواست در این نمایش یک دستاسی رژیم رو کامل کنه اما انتخاباتش نیم دو جین باندهای وحشی رو رو آورد که هنوز به مجلس نرفته به جان هم افتادند به خامنه و همه دشقیم ها و قارتگران لانه کرده در بیت او میگوییم هرچه میخواهید بر سر جانشینی به جان هم بیفتید و یکدیگر را جراحی کنید و ببلید مردم ایران زحمت تعیین جانشین را از دوش شما برداشته اند جایگزین مقدر و محتوم یک جمهوری دموکراتیک است بر اساس انتخابات آزاد جدایی دین و دولت برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت های ستم زده وقایع سال گذشته اثبات کرد که اون سی هزار دستگیری و کور کردن جوانان و قتل 750 جوان و نوجوان از آمادگی اجتماعی برای قیام و سرنگونی چیزی کم نکرده. همه چیز از جوشش شرایط عینی برای سرنگونی نشان دارد. از خیزش مردم سمیروم و تظاهرات مردم اردکان یزد و تظاهرات مردم عراق تا اعتراض های طولانی مدت کارگران فولاد احواز کشاورزان اصفهان اعتراض های مکرر بازنشستگان قارت شدگان دانشجویان پرستاران معدنکاران نفتگران بازاریان و داروسازان هموطنان تحولات سال گذشته قویا تحت تاثیر قیام بود جریان همزاد ارتجاع با امدادهای استعماری در صدد سرقت قیام بود میخواست جنبش خلق رو به زحمت بندازه اما ارز خود برد و کاری از پیش نبرد قیام آفرینان و پیشتازان آزادی مسیرهای انحرافی شعارهای کاذب و آدرسهای غلط رو کنار زدند و به جای اون جنبش خلق رو به سوی انقلاب و سرنگونی سوق دادند ثابت شد که اون چه تو خالی و بیبنیاد است آنچه با مبارزه و درد و رنج و خون دل مردم بیگانه است شاید بتواند مدتی دود و دم کند اما نمیتواند مردم را فریب بدهد درست در نقطه مقابل پاشیدگی و صد پارگی جبهه ضد خلق جبهه خلق و مقاومت سازمان یافته با راهبری مسعود به یمن آرمان و پافشاری بر مواضع اصولیش منسجمتر یگانه تر و فداکارتر و جنگنده تر از همیشه برای تعهد سرنگونی این رژیم و آزادی و آبادی ایران زمین آماده است از شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق کانون شورشی اشرف و تمام مبارزان راه آزادی حالا در عرصه بین گرایش فضاینده در پالمان کشورهای غرب شکل گرفته که از مشروعیت و حقانیت نبرد کانون شورشی با سپاه پاسداران دفاع می کنند و خواهان به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم هستند از اون طرف رژیم برای بستن راه قیام به توته چینی علیه مجاهدین یعنی نیروی محوری قیام و تلاش برای ضربه زدن به اشرف سه به محاکمه قیابی بیش از صد تن از اعضا و مسئولان این جنبش و به کارزار گسترده شیطانسازی با انواع فیلم ها و نمایشگاه ها و کتاب ها رو آورد ترور دکتر آل خوبیدال کادراس و دو بار حمله تروریستی به یک مرکز متعلق به پشتیبانان شورای ملی مقاومت در پاریس و به آتش کشیدن دفتر شورای ملی مقاومت در برلین مثل همیشه در ادامه شیطانسازی ها صورت گرفت خوشایاران شورشگر و نشان در هر روز در تمام سال در برابر رژیم و انواع و اقسام توته های اون و در رویاروی با خامنی و رژیمش و مزدورانش حاضر بودند و صحنه ها رو به سود مقاومت و به زیان دشمن ضد بشر چرخاندند سرمایه سنگین و بی سابقه برای صدور بحران به خارج از ایران رو هم در جنگ افروزی در خاور میانه به چشم دیدیم اون هم با شادی و هلهله از راه افتادن یک خونریزی هولناک به عنوان موهبتی برای این رژیم اما با گذشت زمان عواقب استراتژیک جنگ افروزی بیشتر و بیشتر دامنگیر رژیم میشه اکنون سر مار به طور جهانی شناخته شده و در فرهنگ سیاسی بین جا افتاده هموطنان در سالی که گذشت در نقطه مقابل پاشیدگی و سطپارگی جبهه شیخ و شاه اطلاع و جهش مقاومت سازمانی یافته رو شاهد بودیم کانون های شورشی که در قیام های 401 هزاران دستگیری داشتند به سرعت بازسازی و جانشین سازی کردند و به پیش تاختند رو آوردن نسل تازه از جوانان به پا خواسته در شهرهای مختلف به مجاهدین رو به روشنی میتوان دید حداد حد عادل رئیس سابق مجلس ارتجا و از نزدیکترین مهره ها و خیشاوندان خامنی هشدار داد که قضاوت مردم به جانب مجاهدین سمت و سو گرفته است رژیم با محاکمه قیابی مجاهدین علاوه بر تلافی رسوایی جهانی رئیسی و فراخان جهانی ما برای محاکمه خامنی و رئیسی میخواهد با موجی که به جانب مجاهدین سمت و سو گرفته مقابله کند گرانی سرساموور خالی کردن بیش از پیش سفره مردم خط گرسنگی دادن به توده های مردم مثل همون میدون دادن به کلان تلفات کرونا و افزایش تعداد ادام ها تجسم استراتژی بقای رژیم است که با خون و درد و رنج مردم بیگناه یهودی و فلسطینی تکمیل می شود. اما وقتی زیر پای رژیم خالی است، و خانه از پای بست ویران است از قضا همین استراتژی نیست از این به بعد تناب دار ولایت فقیه می شود آری قیام خاموشی نمیپذیرد و هر آن می تواند شعله ور شود درست در سال روز قیام 401 آمریکا 6 میلیارد دلار رو برای خامنه ای آزاد کرد رژیم قبل از اون هم از شدن تحریم ها بهرمند شد و درآمد نفتیش بالا رفت انتظار طرف مقابل این بود که حملات و ستیز های رژیم در منطقه کاهش پیدا کنه و سرعت غنیسازی اورانیوم رو پایین بیاره اما این خیالات واهی فقط سه هفته عمر کرد ابتدا رژیم منطقه رو به جنگ کشید گروه های نیابتی خود در دریای سرخ رو هم عملیاتی کرد همزمان سرعت غنیسازی اورانیوم 60 درصدی رو تا سه برابر بالا برد زیرا که برای حفظ این رژیم به بومبست رسیده راهی جز سرکوب و جنگ و تروریزم و سلاح اتمی در کار نیست بله رژیمی که تا فرق سر در جنایت و خونریزی و قارت غرق شده تنها یک راه حل دارد که همانا سرنگونی است کسانی که به جز این فکر می کنند آب در هاون می کنند عهد این رژیم به سر آمده و زمان زمان مردم و قیام و ارتش بزرگ آزادی است بنابراین هرچند که آخوندها با تحمیل انواع مسائب به جنگ نوروز و بهار برخواسته باید رو در روی آنها ولو با یک حبه قند حتی در زندان ها عید نوروز را جشن گرفت غم و یعس و تیرگی را باید کنار زد این خود بخشی از نبرد برای تغییر است با درود و تبریک به زندانیان سیاسی سر موزه و اعتصاب هفتگیان ها از هموطنان آزاده و شریفی که خانه‌هایشان را پناهگاه کانونهای شورشی می‌کنند، همچنین از کمک های آنها صمیمانه قدردانی می در سالی که در پیش است نوروز در شورش و قیام و در اراده رزمنده یکایی شما پیروز می شود. ای برگرداننده و تغییر دهنده قلب ها و دیدگان ای تدبیر کننده شب و روز ای دگرگون کننده حالت ها و نظام ها و حاکمیت ها حال ما و مردم ما را به نیکوترین احوال که آزادی و حاکمیت جمهور مردم است دگرگون کن آغاز سال 1403 بر مردم ایران مبارک